مؤسس دفتر پژوهش‌های فرهنگی دکتر شریعتی جهت ایراد سخنرانی افتتاحیه. بسم الله الرحمن الرحیم. سی سال از شهادت و هجرت جاودانه دکتر شریعتی گذشت و ما امسال در 30 سالگرد شهادت و یاد و خاطره نیک و عزیز او در اینجا جمع شده ایم و این سمینار 2 روزه رو برگزار کرده ایم. یاد و خاطره اون بزرگ را گرامی می داریم، هرچند در طول این 30 سال تغییرات و تحولات بسیار عمیق و عظیمی در جامعه ما و حتی در سطح جهانی اتفاق افتاده است. زمان عوض شده، شرایط دیگرگون شده، نیازها، گرایشها، دغدغه‌ها، حساسیت‌ها، مقتضیات به کلی یا تا حدودی نسبت به اون دوران متفاوت شده است. اما با این همه شریعتی همچنان در میان ما زنده است و این زنده بودن او به علل و عوامل متعددی برمیگردد که من اکنون در مقام توضیح و شرح آن نیستم، چرا که اساساً برای سخنرانی به اینجا نیامدم. دوستان لطف کردند و محبت کردند، یعنی دوستان اعضای سمینار، و این افتخار نصیب من کردند که چند جمله اینجا صحبت کنم به عنوان خوش آمدگویی با شما. و از این جهت قبل از هر چیز به همه شما سروران، بزرگان، عزیزان، خانمها و آقایان که دعوت سمینار رو پذیرفتید و در این جلسه و جلسات آینده انشاءالله شرکت خواهید کرد، از همه تون من سپاسگزارم. و همینطور از اساتید، پژوهشگران، متفکران، صاحبان اندیشه و قلم که باز دعوت فراخوان رو پذیرفتند، مقاله دادن و مشارکت کردند در این امر فرهنگی و دینی، از اونها هم من شخصا سپاسگزارم، چرا که سخن گفتن از شریعتی، اونم در حسینی ارشاد و اون هم تحت عنوان سمینار و ارائه بحث‌های مختلف، صرفاً تجلیل و بزرگداشت یک فرد نیست، صرفاً احترام گذاشتن به یاد و خاطره یک معلم نیست، بلکه فراتر از آن است. احترام و تجلیل بزرگان و شخصیت‌های مؤثر و شخصیت‌های مفید برای جامعه یک وظیفه و یک تعهد اخلاقی است. اما واقعیتش این است که در طول این سال‌ها که سالروز بزرگداشت شریعتی در خیلی از جاها، از جمله در هم حسینی ارشاد و سال‌ها جلوتر در یک خانه‌ای برگزار می‌شد، هدف فراتر از تجلیل و تکریم بود. شریعتی یه روزی راجع به این حسینی ارشاد می گفت و نامه‌ای که با آقای میناچی نوشت، در اونجا گفت که حسینی ارشاد دیگر یک جا، یک مکان، دیوار، آجر، سنگ، در و پنجره نیست. حسینی ارشاد یک نماد است، یک حرکت است، یک نشانه است. و هنوز هم خوشبختانه حسینی ارشاد با همت جناب آقای میناچی و همکاری بسیاری از فرهیختگان جامعه ما یک نماد است
و یک نام و نشان است. و در این سمینار و در این جمع شدن و تحت عنوان سمینار از شریعتی سخن گفتن چیزی در همون حد ادامه اون نماد است. از این جهت از همه دوستانی که واقعا احساس همبستگی و مسئولیت کردن مقاله فرستادن برای این امر فرهنگی بسیار سپاسگزارم. امیدوارم در این گفتگوها و این میزگردها و پانل هایی که امروز و فردا تشکیل می شود صاحب نظران مطالبی بگویند که خواهند گفت در بسط و تعمیق حرکت و اندیشه های شریعتی، که جامعه ما هنوز به این افکار و این اندیشه ها نیازمند است. و همینطور از من به عنوان یک شخصیت حقیقی البته در اینجا که شاهد و ناظر بودم، دوستان اعضای سمینار آقای خسرو آذربایجانی و دوستان دیگه که واقعا در طول این دو سه ماه زحمت کشیدند و تلاش فراوان کردند و نیازی البته به تشکر من نداره، ولی احساس وظیفه اخلاقی میکنم که از همه این دوستان عزیزان هم تشکر کنم و سپاسگزاری کنم. اما در این فرصت کوتاه که مجالی هست چند جمله با دوستان صحبت کنم، به دو سه تا نکته فقط میخوام اشاره کنم. از کدام بحث‌های علمی، بحث‌های جدی، بحث‌هایی که مربوط به حوزه اندیشه هست، انشاءالله حدود 28 نفر 30 نفر از دوستان دیگری که بعداً صحبت خواهند کرد به طور کارشناسانه در این زمینه سخن خواهند گفت. من فقط از باب تذکر و اینکه از سفره شریعتی هم خوانی برگرفته باشیم، دو سه تا نکته رو به عنوان آموزه‌های مهم شریعتی در اینجا خدمت شما یادآوری می‌کنم، در حد یادآوری. معمولاً این سوال مطرح می‌شود که ما از شریعتی چی می‌توانیم بیاموزیم؟ شریعتی امروز چه پیامی برای ما دارد؟ خب هر کسی از منظر خاص خودش، از منظر دغدغه‌ها و گرایش‌ها و علایق و تشخیص‌هایی که نسبت به مسائل جامعه می‌دهد یا مسائل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی می‌تواند پاسخی به من بدهد. به تعبیر بسیار زیبا و شاعرانه دوستمون آقای دکتر سروش که یه وقتی در همین جا در 20 سالگرد شریعتی گفت، که گفت سفره شریعتی اونقدر رنگین است که هیچ کسی از کنار این سفره گرسنه بر نمیخیزد. و این یک واقعیتی هست. همین پری روز یکی از طنزنویسان و کاریکاتوریست‌های جامعه ما که در یک روزنامه مصاحبه داشت، تیتر مصاحبه ایشون این بود: شریعتی، انیشتین و مارادونا رو دوست دارم. هر کسی از زاویه و احساس خاص خودش، یکی از زاویه هنری، یکی از زاویه فکری، یکی سیاسی، یکی انقلابی، یکی اصلاح طلبانه، نمیدونم یکی دینی، یکی ادبی، یکی فلسفی، از جهات مختلف، چون حوزه کار و اندیشه شریعتی هم وسیع و گسترده است. من وارد حوزه اندیشه نمیخوام بشم، ولی در این شرایط احساس میکنم دو سه تا نکته رو به عنوان آموزه شریعتی یا پیام شریعتی لااقل به تشخیص خود من خدمت شما عرض بکنم. نکته اولی که میخوام عرض بکنم، ایمان و هر نوع انتخاب و هر نوع فکری بر اساس شناخت، این یک اصل است. شریعتی در همین حسینیه که بیشترین وقتش رو اینجا گذروند و بیشترین سخنانش رو اینجا گفت و بنده خودم در جلسات سخنرانی ایشون به کرات در دست‌های اسلام شناسی در همین جا بودم، به کرات روی این نکته تأکید داشت که هر کسی هر انتخابی که می‌کند، حالا انتخاب دینی، مذهبی، اجتماعی، علمی، دانشگاهی، هر چیزی، هر انتخابی که می‌کند قبل از هر چیز باید مقید باشد که این انتخابش بر اساس شناخت و آگاهی باشد. نمی‌دونم این سخن گزاف است یا نه، ولی به نظرم میاد که در میان متفکران و صاحب نظران دینی معاصر ما که همشون اونایی که نواندیش و نوگرا بودن، اونایی که تحت عنوان مصلح مسلمان از اونها میتوان یاد کرد، همواره روی خرافه زدایی تاکید داشتن، همواره روی عقلانیت تاکید داشتن. بنابراین به صورت الزام آوری همواره روی ایمان مبتنی بر شناخت، دینداری مبتنی بر شناخت تاکید داشتن. این یه چیزی که در تمام آثار نوگرایان دینی ما از مرحوم شیخ هادی نجم آبادی و شریعت سنگلجی گرفته تا بعدی ها مانس بازرگان، طالقانی و دیگران. اما من تصورم این است که هیچ کسی به اندازه شریعتی، به خصوص با اون
بیان و سخن زیبا و اثرگذارش به اندازه ایشان روی ایمان و دینداری مبتنی بر شناخت تأکید نکرده است. و من با توجه به شرایطی که الان در جامعه میبینم، با تشخیصی که از نیازهای جامعه به خصوص جوانان دارم، مجدداً میخواهم این سخن شریعتی رو تکرار کنم که ایمان مبتنی بر شناخت، نه مبتنی بر احساس و عواطف و عمل و عکس العمل. گفت زمانه دیگر گشت و من دیگر گشتم. شرایط وقتی عوض میشه، آدم هم عوض میشن البته، و بسیاری از افراد به عکس العمل میفتن و تا حدودی هم طبیعی، اجتناب ناپذیر است. همه ما انسانیم، تحت تاثیر شرایطیم. به من فحش بدن، توهینمون بکنن، ما هم برمیگردیم ممکنه یه توهین بکنیم به دیگران در حالی که باور به اون نداریم، در حال عادی این کار نمی کنیم، طبیعی انسانیم. اما از فرهیختگان جامعه، از متفکران جامعه انتظار بیشتری است. آنون باید تلاش بکنن که در برابر شرایط جامعه به عکس العمل نیفتن. فرض کنید یه روز رژیم بر ضدیت با دین تأکید میکند، ما از این ور بیفتیم به دین تکیه کنیم. یه روزی هم رژیم روی دین تکیه میکنه، یا حاکمیت سیاسی مبلغ دین است، از بالا میخواد دین رو به جامعه القا کند یا پمپاش کند، ما از این ور در موضع ضدیت با دین بیفتیم. این از فرهیختگان جامعه انتظار نیست. به قول شریعتی میگفت که کفر آگاهانه بهتر از ایمان جاهلانه است. این یه شعار اساسی و استراتژیک است. حتی میخوای دین رو بذاری کنار، حداقل اول دین رو بفهم بعد ردش کن. امولیسم و فوکولیسمی که شریعتی میگفت، یکی دین را از سر جهل میپذیرد، یکی هم دین را از سر جهل مردود اعلان میکند. خب نمیخوام بحث کنم. این نکته اولی است که من فکر میکنم به عنوان پیام شریعتی در این جلسه خدمت شما عرض میکنم، به خصوص مخاطب بسیار اساسی است. معنویت، اخلاق، پاکی، پاکدامنی، آزادگی، آزادگی مقدم بر آزادی خواهی است. کسی اگر به مرحله تقوا، به تعبیر قرآن، به مرحله پاکی و پارسایی و خودسازی نرسیده باشد، در مقام محکومیت ممکن است یک دموکرات به تمام معنا باشد، ولی وقتی که در مقام حاکمیت قرار میگیرد یک مستبد به تمام معنا می شود. چرا؟ به خاطر اینکه قبلا خودسازی نکرده. همونجور که عرض کردم، خودسازی که شریعتی میگفت در گوشه عافیت و در گوشه خانقاه و در دیر و در مسجد و در رهبانیت این رو مطرح نمیکرد. در متن جامعه، در متن درگیری اجتماعی و مبارزه اجتماعی این خودسازی حاصل میشود. اما در این حال یادمون باشد ایمان، تقوا، معنویت، به خصوص اخلاق و معنویت مبتنی بر دین برای شریعتی برای مهم بود. و واقعیتش این است که اون کسانی که به خودسازی رسیدن، چه در دوران پیش از انقلاب چه در دوران بعد از انقلاب، به مقام تقوا و پاکی و پارسایی نائل آمدن، اونها تونستن که خیلی عکس العملی عمل نکنن. اونها تونستن که خودشون را به زر و زور تزویر نفروشن. اونها بودن که همچنان به ارزش‌ها و آرمان‌هایشون وفادار موندن. و من فکر میکنم یکی از گروه‌هایی که در مرحله اول در همین دوران بعد از انقلاب بیشترین آسیب رو دید، بیشترین آزار رو دید، بیشترین هزینه رو پرداخت، شاگردان شریعتی بودن، طرفداران شریعتی بودن، کسانی که تحت تاثیر سخن شریعتی قرار گرفتن. چرا؟ چرا به فسادهای مالی، سیاسی، اخلاقی و بسیاری دیگر آلوده نشدن؟ نمیخوام منحصر کنم به یک گروه خاص، ولی تا اونجایی که من میشناسم و تجربه شخصی من میگه، من معتقدم که این گونه بوده است. و البته هر کسی دیگر، کسانی که پای صحبت بازرگان بودن، شریعتی بودن، مطهری بودن، طالقانی بودن و هر کسی دیگر، هر کسی که به خودسازی رسید و خود را به ایمان و اخلاق معنویت آراست، او در برابر شدائد بیشتر مقاومت کرد. او خود را به دنیا نفروخت، خود را به زر و زور و تزویر نفروخت. شریعتی سخن معروف و مشهوری دارد، می گفت که خواستن و داشتن دو بلای انسان است. خواستن انسان رو ذلیل می کند و داشتن انسان رو محافظه کار. البته منظوری نبود که شریعتی درس زهد و به صلاح انزوانشینی و گوشه خونه نشستن و این حرف ها بدهد. عرض کردم تقوای فردی که کاملا از تقوای جامعه جدا باشد در اندیشه شریعتی نبود. ولی شریعتی تعلیم می داد که باید همواره مسئله منفعت و منفعت جویی، مسئله خواستن، مسئله داشتن، اینها نباید مانع حرکت انسان بشود. البته انسان نیاز داره به تعبیر قرآن ولا تنس نصیب کمینت دنیا.
الانم با توجه به وضعیتی که تو جامعه ما هست، من با توجه به این تشخیص نیاز جامعه روی این تأکید دارم. متاسفانه در این دوران بعد از انقلاب، در این شرایط 15 سال اخیر، یکی از پدیده‌هایی که اتفاق افتاد تحت عنوان ایدئولوژی ستیزی در این جامعه ما و همین اصل ایدئولوژی ستیزی در جامعه ما سبب شد که بسیاری از افراد و بسیاری از جوان‌ها از اون چارچوب‌های فکری، ایمانی، اخلاقیشون رها شوند، شاکله شخصیت معنوی و انسانیشون فرو بریزه و اون وقت هر روز به یک سازی برخسن. یه روز چپن، یه روز راستن، یه روز میانه، یه روز اونورین، یه روز اینورین، و هیچ کسی هم حتی حاضر نشه حتی در پای اصلاحات هزینه لازم رو بپردازه. این یکی از آثار منفی این ایدئولوژی ستیزی انحرافی هست در این جامعه ما و در طول این سالا متاسفانه اتفاق افتاد. من بس نظری نمی کنم که حالا ایدئولوژی خوب است، بدش، شریعتی درست گفته، یکی دیگه درست گفته، من اصلا در مقام این نیستم، ولی اون چیزی که میخوام روش تاکید کنم، تحت عنوان ایدئولوژی ستیزی متاسفانه چارچوب ها و شاکل های فکری و معنوی اخلاقی جامعه و جوانان هم تا حدود زیاد شل شد. و مسئله سوم، استقلال فکری روشنفکران و بومی اندیشیدن متفکران جامعه. من همیشه تو گفته ها و نوشته هم آوردم که شریعتی دو کار اساسی میخواست بکنه. در مرحله اول پیکرسازی ایدئولوژی یا طرح هندسه مکتب، انسجام فکری دادن به گروه های روشنفکر و نخبگان و پیشتازان جامعه و دادن آگاهی های اجتماعی و سیاسی و خودآگاهی به متن توده مردم. چه کسی به متن توده آگاهی میدهد؟ نخبگان، روشنفکران، اندیشمندان، متفکران، نظریه پردازان. ولی شریعتی یکی از دغدغه هاش و یکی از انتقادهای هموارش هم این بود که روشنفکران ما، بسیاری از روشنفکران ما، بومی نمی اندیشن، مستقل نمی اندیشن. شریعتی تأکید فراوانی داشت روی مسئله استقلال اندیشی روشنفکران. البته هیچ روشنفکری، صاحب نظری، صاحب فکری همه چیز رو خودش ابدا نمی کنه. از استاداش می گیره، متفکران می گیره، از معلمانش می گیره، از صاحب نظران دیگه می گیره. ولی مسئله این است که یک مثلا متفکر، یک صاحب نظر، یک روشنفکر قبل از هر چیز باید دارای استقلال رأی و نظر باشد. اگر حرف دیگران را هم میپذیرد، باید خود پذیرفته باشد و خود برای آن دفاع عقلانی و معقول داشته باشد. تعبیری که شریعتی داشت میگفت روشنفکران ترجمه ای، یعنی روشنفکرانی که دیگران حرف میزنند اونها لبهایشان را تکان میدهند. شریعتی میگفت خیلی هستن که 24 ساعت دارن حرف میزنن ولی اصلا حرف نمیزنن، اونا فقط لبهاشون رو تکون میدن، این دیگرانن که حرف میزنن، اینا لبهاشون رو تکون میدن. این برای هر کسی باشه عیبه، برای روشنفکر صد برابر عیبش بیشتر است. در جامعه در دوران قبل از انقلاب، کسانی مثل مهندس بازرگان، کسانی مثل دکتر شریعتی قبل از هر چیز مولد بودن و بعد مبلغ. تولید و تبلیغ با هم دیگه کاملا متفاوته و اتفاقا کسانی مثل بازرگان، شریعتی، امثال اینها که تونستن اثر بگذارن، به میزانی که مولد اندیشه بودن، نوآور بودن، مبدع بودن در تفکر، تونستن اثرگذار باشن. باز یه جمله معروف دیگری شریعتی داره، اونو میخوام بیاتون بیارم، میگه که همه چیز را بخوان اما همه را فراموش کن. این خیلی سخن مهمی است. این روزها خیلی صحبت از عبور میشود، از شریعتی عبور کردیم، از کی عبور کردیم، از کی عبور کردیم. این خیلی خوبه که انسان از یک متفکر عبور کند، اما یه چیز یادمون باشد و اونم این است، انسان از تفکر اندیشه‌ای در زمانی میتواند از اون عبور کند که او را فهمیده باشد، جذب کرده باشد و بعد از اون گذشته باشد. من وقتی که افرادی ادعا میکنن تو این جامعه ما از شریعتی عبور کردیم، چرا از شریعتی عبور کردی؟ بعد وقتی بحث میکنیم، صحبت میکنیم، میبینیم که هنوز چهار جمله درست حسابی از شریعتی بلد نیست، بعد ادعا میکنن ما از او عبور کردیم. یعنی چی عبور کردیم؟ بله، جذب کن، حذف کن، فراتر از شریعتی برو. این آرزوی خود شریعتی بود که مخاطبان او، جوانان جامعه ما، به مرحله تولید برسن و استاد رو پشت سر بگذارن. این نشان دهنده پیشرفته. اما به این شکلی که الان تو جامعه ما میبینیم، به نظر من نه تنها پیشرفت نیست، بلکه پسرفت هم هست تو جامعه ما. نه تنها بسیاری از جوانان و روشنفکران ما تولید کننده نیستند، بلکه توزیع کننده اندیشه هستند، بلکه حتی بسیاری از روشنفکران درجه اول ما هم تو جامعه ما که تولید کننده هم به نظر میان، ولی چون افکار غربی رو بیشتر در اینجا مطرح میکنن، خب تولید کننده به نظر میان.
اما همین ها هم افکاراندیشای خودشون تولید نکردن. از که از کم هیچ اشکال نداره که از دیگران هم بگیریم، اما مهم این است که ما بومی بیندیشیم، محلی بیندیشیم. شریعتی اقبال از دو روشنفکر برجسته معاصر مسلمان ما هستند که میخواستن بدیل سازی کنن، باز سازی کنن اندیشه دینی. باز سازی یعنی استقلال، یعنی یک بنای تازه رو برگزار کردن و بنا نهادن، نه اینکه حرف اونوری رو تکرار کنیم، اونوری ها رو تکرار کنیم، همینجور به صورت انبوه افکار اندیشه های خارجی رو وارد جامعه کنیم بدون اینکه اساسا بفهمیم. هنوز مدرنیته رو تجربه نکرده پست مدرن شدیم، نمیفهمیم مدرن یعنی چی، پست مدرن یعنی چی. اینو من تو روزنامه خوندم وقتی هابرماس اومد ایران و بعد هم وقتی رورتی آمد در ایران و خودشون شگفت زده شدن از اینکه چرا اینقدر در ایران مطرح هستن. همین روزهای اخیر که رورتی مرد در روزنامه‌های خودمون نوشتن که قبل از اینکه در آمریکا مرگ او انعکاس پیدا کنه در مطبوعات ایران انعکاس پیدا کرد. البته چیز بدی نیست، یه علامت خوبی که هست اینه که خب ما هم بالاخره در جریان فکر جهانی هستیم، در جریان اندیشه جهانی هستیم، خیلی خوبه. ولی چرا ما اینجا اینچنین هستیم؟ چشم، تموم می‌کنم حرفم رو. بنابراین من این رو میخوام عرض بکنم که مثلا استقلال اندیشی برای روشنفکران ما الان یک امر بسیار ضروری و مبرمی هست و این خلل رو من در جامعه میبینم و لذا اصل سوم من تاکید روی این مسئله است. و بالاخره آخرین نکته مسئله ارتباط روشنفکر با جامعه است. شریعتی بسیار بسیار کوشش و تلاش میکرد که سخنش رو در متن جامعه ببره. خود من شاهد بودم در سال 61 در یک روستای دورافتاده شمال خودمون که یک چاروادار یا چارپادار بی سواد کامل در دل کوها وقتی با هم راه می رفتیم، بعد وقتی فهمید که من از علاقمندان شریعتی هستم یه بار تعجبم کرد که چطور یک روحانی می تواند که طرفدار شریعتی باشد. سال 61 البته معلوم شد که حق با اون بود که تعجب کرده بود، برای اینکه بعدها هم یک روحانی هم دیگه باقی نموند. بعد من دیدم که ایشون با من که راه میرفت بعضی از کلمات و صحبت‌های شریعتی که از نوار گوش کرده بود برای من نقل می‌کرد. شریعتی میگفت روشنفکران ما رابطه با جامعه ندارن، رابطه با توده مردم ندارن. خودشم در مقام عمل خیلی مستقیم رابطه نداشت. حرف‌های ایشون رو در همون زمان طلبه‌های جوان و دانشجویان بودن که تا اعماق روستاها بردن. ولی زبان و بیانش، جهت‌گیری‌هاش به گونه‌ای بوده که افکار اندیشه‌اش تو جامعه ما می‌رفت و برد پیدا می‌کرد و دیدیم اثرگذاریش هم دیدیم. به امروز مخالفان شریعتی هم اعتراف میکنن که شریعتی اثرگذارترین و مردمی ترین روشنفکر معاصر ماست و این یک حسن است. الان یکی از اشکالاتی که به نظر میاد هست و اون اشکال این است که روشنفکران ما اونقدر نخبه‌گرا شدن، اونقدر به اندیشه و تفکر میپردازن که خیلی هم در جای خودش خوبه، که سخن مردم یادشون رفته، دغدغه‌های مردم یادشون رفته، رنج‌های مردم یادشون رفته، رابطه با مردم یادشون رفته. من این چهار نکته رو به عنوان چهار پیام شریعتی در این 30 سالگرد شریعتی اینجا خدمت شما عرض کردم. حالا درست تشخیص دادم یا ندادم نمیدونم. به هر حال از همه شما من تشکر میکنم و سپاسگزاری میکنم. امیدوارم جلسات آینده بسیار خوب باشه و مفید باشه و شأن شریعتی ایجاب میکند که جلسه فکری خوبی داشته باشیم، چالش های فکری داشته باشیم، موافق مخالف حرف بزنن و جلسات پرشور و باشکوهی داشته باشیم. به خصوص حالا سالهای گذشته خانواده شریعتی، دختران عزیزشون دکتر سوسن شریعتی، دکتر سارا شریعتی، دکتر مونا شریعتی، همسرشون دکتر پوران شریعتی رضوی همیشه شمع محفل ما بودن، ولی امسال خوشبختانه دکتر احسان شریعتی هم در محفل با و در جلسه ما حضور دارن. وجود ایشون رو گرامی می‌داریم و خیر مقدم میگیم آمدنشون رو به وطن. و اون موقع شریعتی نامه‌هایی که به فرزندانش می‌نوشت، به خصوص برای احسان می‌نوشت، کاملا روشن بود که سخنش فقط به احسان فرزند علی شریعتی نیست، همه احسان ها هست. و امروز البته خود احسان دیگه به میان سالی رسیده است، ولی احسان های بعدی هم از راه میرسن. امیدواریم این احسان احسان های دیگرمون را هم مهمان کند و همچنان این راه و این فکر و این اندیشه ادامه پیدا کند تا در آینده ما انشاءالله به مرحله‌ای برسیم که از اسارت مثلث شوم بر تاریخ یعنی زر و زور و تزویر برای همیشه انشاءالله نجات پیدا کنیم. موفق باشید.